گفته که عقلش نمیرسیده. سه تن پیامبرانن، فردوسی و انوری و سعدی. در حالی که انوری بیچاره خودش هم خیلی آدم چیزی بوده، خودش خیلی آدم منصفی بوده و میدونسته که سن یه قصیده مفصلی هم گفته در ذم شعر و شاعری و گفته که ما یه مش گدایانی هستیم، ما رو آدم حساب نکن که داریم شعر میگیم. و اصلا شعر گفتن یکی از بدیهاش اینه که آدمو میذارن بقیه میگن این بهتر قضائری بهتر از انوری، انوری بهتر از چهار تا آدم میشینن قضاوت هم میکنن راجع به آدم. خود اون در مورد فردوسی میگه که آفرین بر روان فردوسی، اصلا قبول نداشتی که فردوسی بغل انوری بیاد. اصلا آفرین بر روان فردوسی، آن نم خداوندگار تابنده. او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. خاقانی هم خیلی سرصدا را انداخته بوده که اون چیز در ذمش گفته بوده که جمال الدین اصفهانی پدر کمال الدین اسماعیل که اینا پدر و پسر میگن، هر دوشون از بزرگترین قصیده سران هستن، ولی برای نمونه یه دونه قصیده خوب در حافظه هیچ کس از اینا نیست مگر استاد ادبیات باشه، که یکیش همینه که مثلا هرگز کسی نداد بدینسان نشان برف. جب برف اومده بوده در تبریز مثلا، گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف. و یه تشبیهات خیلی سادهی کرده در مورد برف. یا اون چیز پدرش گفته که خاقانی رو مسخره کرده که کیست که پیغام من به شهر شیروان برد، یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. این دو نفر که میگن خلاق المعانی، من نمیدونم چه معانی خلق کردن که به گوش ما نرسیده، چیز فوق‌العاده‌ای من ندیدم در آثار اینها. اما خاقانی حداقل یه قصیده هان ای دل عبرت بین، از دیده بر کن هان ایوان مدائن را آین، از دیده نظر کن هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، که خیلی قصیده قرائیست. و قصاید دیگهش قرا هست. حالا من یه قصیده از چند بار خوندم ولی خود توضیحم بدم در بارش، که خیلی محکمه و خیلی ادیبانه است، ولی چیزی در سر سفره شما نمیذاره. صبح دم چون کله بندد آه دوداساوی من، یعنی وقتی که من آه میکشم صبح و این آه من یک خیمه دور سر من ایجاد میکنه از دود، آه دوداسای من صبح دم چون کله بندد. کله بستن موقعی است که دود یه جا جمع میشه و به صورت یک خیمه به نظر میاد، خیمه میزنه. صبح دم چون کله بندد آه دوداسای من، چون شفق در خون نشیند چشم خون پالاوی من، یعنی من چشم من مثل شفق میمونه، صبح دم شفق هم هست، شفق میمونه که داره اشک خونین میریزه و خون پالایی میکنه. بعد میگه مجلس غم ساخته است و یه مجلس بر ما ساختن، مجلس قصه، مثل مجلس مثلا جشن که میگیرن. مجلس غم ساخته است و من چو بید سوخته، تا به من راوق کند مژگان می پالای من. این مژگان من که داره می رو همون اشکا رو میخواد پالایش بکنه، راوق بکنه با من، میگه وجود من شده بید سوخته، یعنی من مثل زغال سیاه شدم به خاطر این که بتونه این شراب که چشم من، این خونی که داره میرزه، اینو بتونه پالایش بکنه. بعد میگه که زین خماهنگون که چون ریم آهنم فرسود و سوخت. خماهن یه ماده است که قهوه‌ای رنگه و سنگ الحدید، حجر الحدید بهش میگن، که مثل سنگ آهن میمونه و به خاطر رنگش بعضی چیزا رو به اون تشبیه میکنن. آسمان را میگن خماهنگون. زین خماهنگون که چون ریم، ریم هم یعنی چرک و کثافت و آلودگی آهن، که وقتی آهن ذوب میکنن میاد رو، زبد بهش میگن، اون رو میگن که چون ریم آهنم فرسود و سوخت، مثل به اصطلاح زنگ شد سکاهن پیش پوشش. به خاطر این روزگاری که این رنگیه، من سکاهن پوشش شدم. سکاهنم یه چیزی بوده که سرکه رو با آهن مخلوط میکردن،
و یک ماده سیاه رنگی به دست میومد که چرم رو با اون دباغی میکردن و با اون رنگ میکردن. زین خما آهنگون که چون ریم آهنم فرسود و سوخت، شد سکاهن پوشش از دود دل درواغ من. تا نترسد این دو چشم طفل من در ارچبت که این دو چشم دیده اندر مهد چشم، برای اینکه چشمم نترسه، چون آدم این چیزایی رو اگه ببینه چشمش میترسه، بهتر نبینه. میگه برای اینکه نترسه، این چشمام نترسه، زیر دامن پوشم اژدرهای جان فرسای من. اژدرهای جان فرسای زنجیر بوده که تو زندان به پاش بسته بودن، اینو زیر دامنش قایم کرده بوده که چشمش نیفته که ببینه که پاش تو زنجیره. میگه تا نترسد این دو چشم دیده اندر مهد چشم، زیر دامن پوشم اژدرهای جان فرسای من. و از این قصاید خیلی زیاد داره. خلف فلک کجروتر از خط ترسا، که قصیده خیلی معروفیه که یه روزگار مثل خط مسیحا میمونه که از اون برای کج می نویسن. هر کسی فکر میکنه که خط ما درسته، اونا فکر میکنن ما کج کله می نویسیم. فلک کجروتر است از خط ترسا. اما قصیده سرای بزرگ، یعنی اولین قصیده سرای بزرگی که ما داریم، که قصیده رو هم فهیم فصیح و قوی و هم پر از معنی، مکن در جسم و جان منزل سنایی، اولین قصیده سرای بزرگ سناییه که سعدی و مولانا و دیگران از او خیلی گرفتن، که واقعا عطارم همینطور مقام قصیده رو به یه جایی رسون که هر بیتی شما میبینید که یه داستان بر خودش. مکن در جسم و جان منزل، چون بعضی میگن آقا دنبال جسم نبین دنبال جان، مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش نه آنجا. سخن که از بحر حق گویی یا که از بحر دین گویی، چه سریانی چه عبرانی. خیلی مشکلات حل میکنه، هر بیتیش دواست، یعنی یه دواخونه است این قصیده. سخن که از بحر دین گویی، چه سریانی چه عبرانی. من تعجب میکنم مردم فکر میکنن که این دعا رو که ما بخونه این خاصیتش مال عربی شه، اگه عربی نخونن که خاصیت نداره، در صورتی که اگر تو به خاطر دلت یه جایی بند شده، حالا به سریانی بخون، به عبرانی بخون. سخن که از بحر دین گویی، چه سریانی چه عبرانی، مکان که از بحر حق جویی، چه جابلقا چه جابلسا. حالا لطیفتر که میشه دست حافظ میفته، میگه شاید که در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتوی روی حبیب هست، از هم جا گرفته. حالا مسلمونی رو سنایی میگه، شهادت گفتن آن باشد که هم زول در آشامی، همه دریا و هستی را بدان حرف نهنگاسا. اون حرف نهنگاسا لاس، یعنی این لا رو بگو، این لا باید همه رو ببلعه دیگه، هیچی نباید بمونه، زمین و آسمان هیچی غیر از اون نبین دیگه. چهار تکبیر زدم یک سر بر هر چی که هست، اون رو فقط باید ببینه دیگه. اگر تا موقعی که 100,000 تا چیزی مختلف داری میبینی، اشهد ان لا اله الا الله، هیچ خدایی غیر از خدایی غیر دلار و پوند و نمیدونم یورو ایناست که، ولی اینا وجود داره، اون لا اله الا الله هیچ معنی پیدا نمیکنه. شهادت گفتنان باشد که هم زول در آشامی، همه دریای هستی را بدان حرف نهنگاسا. چو علم آموختی از هرس ترسانگه، که اندر شب چو دز دیبا چراغ آید، گزیده تر برد کالا. که اینا ازش ضرب المثل شده اصلا. عروس حد، هر بیتش میگم یه قصیده است واقعا، یعنی یک تعلیم بلند آسمانیه که عروس عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز حرفی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. یه معشوقی بیاد مثلا فقط بفهمن که بله، از حرارتش بفهمن که اینجا هست، این آدم چقدر فاصله داره اون که داره میبینه. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز حرفی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا.
عروس حضرت قرآن، وقتی اینجا یک تابلوی کشیده، اینا تابلوها رو معمولا با عشق بازی و اینا میکشیدن که هم درس تعلیم عشق بدن و هم نوعش رو مشخص بکنن که عروس، اولا قرآن به عروس تشبیه میکنه، برای عروس چیز خوبی دیگه آدم بره عروس بگیره. عروس حضرت قرآن نقاب، وقت عروس رو قدیم میبردن تو حجله، نقابش هم روش بود و کسی نمیدیدش، تا همه میرفتن داماد میموند و پدر و مادر عروس و خاله و خانباجی اینا. اون وقت بنابراین میگه که چقدر تشبیهش، میگه عروس حضرت قرآن که نقابشو برمیداره همینطوری وسط جمعیت که شما فکر کنین قرآن رو میخونین نقابشو برمیداره به شما میگه که من چی گفتم، چی میخوام بگم و چشم ابروی من کجاست. هیچ نمیگه اینو، اصلا نشون نمیده. نقاب آنگه براندازد که دارالملک معنی را مجرد بیند از قوغا. باید سر صدا بخوابه، همه برن اینا، بعد اون وقت چیزشو برمیداره، حجابشو برمیداره. یعنی فکر نکنید که قرآن به این سادگی حجاب برمیداره از پیش. تا محرم نشی، تا نگردی آشنا زین پرده، رمزی نشنوی از من بگوی عالم تفسیر گوی را. حالا یواش یواش باید به سعدی نزدیک بشیم، ولی من نگران هستم که نمیرسیم به سعدی. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. اون چه تفسیری؟ تفسیر تمام جزئیات آیه رو میدونه که بله این آیه مثلا در سوره بقره مربوط حضرت سلیمان این 3760 وجه داره. یه وجهش اینه، چرا؟ برای اینکه 7-8 ضمیر داره، 7-8 هم این ضمیر میتونه به اون برگره، میتونه به اون برگره، من خاصل ضربش میشه به اصطلاح فاکتوریل چند تا هر چیز و یک عدد عظیمی میشه که مثلا 55,000 وجه مختلف میشه. چی میتونه تفسیر بکنه؟ ما چه میدونیم کدومش مورد نظر بوده اینا. ولی اگر که اینا رو همه رو بذاری کنار و به عمل بکوشی، من یه مطلب فهمیدم، یه دونه که فهمیدیم اینو عمل بکنیم، باید بیمیم طرق دومی. گفتش که از حب جا در طلب علم دیگری، شرط علم رو سعدی میگی به جا نیوردی، ولی از حب جا در طلب علم دیگری. این یه دونه علم، ویل للمتففین، یعنی وای بر کم فروشان دیگه، تکلیفش روشن. این یه دونه رو ما فعلا جامعه ما یه دونه عمل بکنه که کم نذاره چیزی رو، حق چیزی رو ادا بکنه. اگر دکتره، اگر نمیدونم مهندسه، اگر حق چیزی رو کم نذاره، اون کاری که گفتن بهش باید انجام بده. ویل للمتففی. بنابراین میگه که در صنایع بودیم، این قصیده رو من توصیه میکنم که جز به لیست قصایدی که آدم باید بخونه حتما. یه جا میگه که تو صدات هم خوب نیست، ولی اینجا چون زیر گنبد هستی، گنبد آسمان، این که دلی دلی میکنی بر خود خیال میکنی صدات خوبه. ولی آنگه شوی رسوا که استادی ترا گوید که با داوود پیغمبر رسیلی کن در این صحرا. رسیلی یعنی گروه کل، رسیل کسی میگن دو نفر که با هم میخونن میگن رسیلی کردن، و معلوم بوده که در موسیقی قدیم وجود داشته. میگه که ولی وقتی شوی رسو، میگه الان فعلا تو را خوش آوازت همی دارد صدای گنبد مینا، چون در زیر گنبد این آسمان هستی، یعنی توهمات خودت هستی، صدات به نظر میاد که خوبه. ولی آنگه شوی رسوا که استادی تو را گوید که با داوود پیغمبر رسیلی کن در این صحرا. بیر از زیر گنبد بیه بیرون در یه جای بازی، اون وقت با با کی؟ با داوود پیغمبر. یه روزی میارن ما رو میذارن بغل علی ابن ابی طالب، میگن بخون با هم، بخونم ببینم که چی داری میخونی. انشاءالله هممون توفیق پیدا کنیم که سال بهتر و سالهای بهتری در پیش داشته باشه، که همه ما به برکت ادبیات فارسی و این فرهنگ آسمانی قرآنی هممون به یک تعالی و به یک بهشتی برسیم، هم برای خودمون هم برای دیگران انشاءالله. رحمان الرحیم، ای کاش ما هم میتونستیم مثل سعدی به این رحمان و رحیم میرسیدیم و قوغایی در عالم به پا میکردیم. یک روز به شیدائی در زلف تا آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. یکی از بهترین مصداق اون دو لب شیرین، رحمان و رحیم.
حرف میزنه و انسان با این دو کلمه، با این دو تا لب چه شوری میتونه در عالم ایجاد بکنه و چه قوغایی. مثل مولانا که گفت من عاشق جانبازم، از عشق نپرهیزم، من مست سراندازم، از عربده نگریزم. گویند رفیقانم از عشق بپرهیزی، از عشق بپرهیزم پس با چه درآمیزم. معلومی سعدی از مولانا گرفته، مولانا از سعدی گرفته، یا هر دوشون از اون لب شیرین گرفتن که یک روز به شیدائی، یه روز دیوونه میشم، به شیدائی این دیوانه میشم و دستم میزنم به اون زلف، یک روز به شیدائی در زلف تا آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. گر بی تو بود جنت بر کنگره ننشینم، ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزم. اگر دستمون برسه به اون رحمان رحیم میتونیم برسیم، بالاخره باید تلاش کنیم. قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانیم، اگر تا حالا نکردیم قضاشو میتونیم به جا بیاریم. از حالا به بعد کام خود آخر عمر از می یا معشوق بگیر. آخر عمرم برای اونا که 20 سالشون اینه، از حالا به بعد برای اونا که 60 سالشون اینه، از حالا به بعد فرق نمی کنه. اگه تا الان نکردیم کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر، حیف اوقات که یک سر به بتالت برود. ببینید سعدی چه شوری در عالم افکنده، برای اینکه دستش به اون عروت الوثقای زلف رسیده و لب بر لب اون معشوق گذشته، باده از دست خدا نوشیدم و بوسیدمش. این کار هم مولانا کرده هم سعدی. بنابراین زان دو لب شیرینش صد شور برانگیزه. امروز میخوایم باز هم از سعدی صحبت کنیم. سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی، حلواش هم تمام نمیشه. مردمان حلوا به ترقو آورند. از این میان خونه آدم، مثلا حالا خونه پادشاه یا هر کی هست، خود حلوا هم دارن میارن. اما سعدی میگه که من گوهر افشانی میکنم، من در پای یاران گوهرهای آسمانی میافشانم. از این گوهرها که پایانی نداره و شرح این گر من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد وان ناتمام. ما نمیتونیم به پایان ببریم. خود سعدی گفته که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. اصلا نگفتیم ما، گفتش که از حب جا در طلب علم دیگری. شرط علم رو سعدی میگه به جا نیوردی، ولی از حب جا در طلب علم دیگری. این یه دونه علم، ویل للمتففین، یعنی وای بر کم فروشان دیگه. تکلیفش روشنه. این یه دونه رو ما فعلا جامعه ما یه دونه رو عمل بکنه که کم نظر چیزی رو، حق چیزی رو ادا بکنه. اگر دکتره، اگر نمیدونم مهندسه، اگر حق چیزی رو کم نظره، اون کاری که او گفتن بهش باید انجام بده. ویل للمتففین. بنابراین میگه که در صنایع بودیم. این قصیده رو من توصیه میکنم که جز به لیست قصایدی که آدم باید بخونه حتما. یه جا میگه که تو صدات هم خوب نیست، ولی اینجا چون زیر گنبد هستی، گنبد آسمان، این که دلی دلی میکنی بر خود خیال میکنی صدات خوبه. ولی آنگه شوی رسوا که استادی تو را گوید که با داوود پیغمبر رسیلی کن در این صحرا. رسیل یعنی گروه کل. رسیل کسی میگن دو نفر که با هم میخونن میگن رسیلی کردن، و معلوم بوده که در موسیقی قدیم وجود داشته. میگه که ولی وقتی شوی رسو، میگه الان فعلا تو را
خوشاوازت همی دارد صدای گنبد مینا، چون در زیر گنبد این آسمان هستی، یعنی توهمات خودت هستی، صدات به نظر میاد که خوبه. ولی آنگه شوی رسوا که استادی تو را گوید که با داوود پیغمبر رسیلی کن در این صحرا. بیر از زیر گنبد بیر بیرون در یه جای بازی، اون وقت با کی؟ با داوود پیغمبر. یه روزی میارن ما رو میذارن بغل علی ابن ابی طالب، میگن بخون با هم، بخونم ببینم که چی داری میخونی. از مرحوم پدر فرمودن که کلون داخرین، کلون اتوه داخرین، که گفتن همه سرشون پایینه وقتی وارد اونجا میشن. ایشون میفهمن که اشاره به انسان کامله، که اونو میذارن وسط، وقت میگن آقا بخونین، بخونین ببینیم که مستاندارد چیه و دونگ صداتون چقدره، چی خوندی. و ولی آنگه شوی رسوا که استادی تو را گوید که با داوود پیغمبر رسیلی کن در این صحرا. پدرم یه دعای قشنگی کرده، خیلی قصیده مفصله، که زهر چه از اولیا گفتند وفقنی و رزقنی. هر چی که راجع به اولیا گفتن خدای به ما هم توفیق بده که ما رزق ما هم قرار بده. مردم دنبال یه چیزه آسون میگردن، مثلا اینکه میگه آقا یه ذکری به من یاد میدین شما، فهم که مثلا ذکر بلدم. یه ذکری میخواد، یه ذکری یاد بگیره که این جز اولیا بشه، یعنی همینطوری این ذکری که تو را داره میگه و تو رفته آمده اینا، فکر میکنه میشه مگه ذکر اینجوریه که آدم بتونه چیزی رو تکرار بکنه بعد به یه مقاماتی برسه؟ ذکر یعنی یاداوری، یعنی آدم بتونه یادش بیاد از یه چیزایی بعد کار بکنه، بعد هزار کار باید بکنی. دعا هم همینطور، دعایی مثلا میگه که دعای مخصوصی نداره این موضوع که این دعا رو شما به ما یاد بدین. گفتم که دعا برای این نیست که آدم بخونه خاصیت رو ایجاد بکنه، دعا برای بسیج کردن نیروهای خودته. البته مشیت الهی هم در این دعای تو صحیح میشه، ولی تو دعا که میکنی معنیش تو بی من دعا رو کردم، دعا که باید داری دنبال اون دعا. زهر که از اولیا گفتند وفقنی و رزقنی، خدایا روزی ما هم قرار بده، که یعنی باید داری دنبالش. زهر که از انبیا گفتند آمنا و صدقنا، ما رو همه رو قبول کردیم، ما آمنا و صدقنا. یک قصیده دیگه داره عطار که اینا رو من حالا عنوانه، چون اینا سریال صحبت هاییست که در واقع میخوام بگم چه چیزایی نقطه های اوج هست که بخونین اینا رو. یک قصیده دیگه هم داره که اونم یه چند بیت من بارها خوندم ولی حالا میخونم براتون، که طرب اولش هست طلب ای عاشقان خوشگفتار، طرب ای بلبلان خوشرفتار، تا که از خانه این ره صحرا. خانه یعنی نفس، صحرا یعنی آدم بیاد قدم در بیابان عالم بذاره و بیاد وارد وادی عشق بشه. تا که از خانه این ره صحرا، تا وقت آن است که مردم ره صحرا گیرن. خاصه اکنون که سبا مژده فروردین داد. اینو نمیفهمن مردم یعنی چی، فکر میکنن که خب حالا موقعی که بهار که شد، البته خودشون بلدن مردم بهار که میشه دستن بچه‌شون میگیرن میرن بیرون، ولی وقت آن است که مردم ره صحرا گیرن. خاصه اکنون که سبا مژده فروردین داد، اگر یه نسیم قدسی بوزه و انسان احوالش دگرگون میشه، همون موقع باید بیاد بیرون دیگه، بیاد بیرون از خونه نفس، چون شدی از خود نهان زود. هرچبت که از وقتی که از خودت نهان شدی زود از جهان بیرون شد. چرا؟ برای اینکه روی تو واپس مکن جانب خود هانهان، روی تو حتی بر نگردون ببین که کی جا گذاشتی، کی جا گذاشتی. ابن ادهم وقتی که فاصله گرفت با قصرش، هی نگاه میکرد ببینی که کی جا گذاشته. پادشاه حال مردم نگاه میکنی چه مقامی چه پستی به ما داده بودن، اینو گذاشتیم اومدیم، اینا دو مرتبه برمیگرده. این دو مرتبه برگشتن بهش میگن توبه تو ادبیات، که میگن توبه نکنی و ما توبه رو شکستیم، اینه منظور. که هی روی تو واپس، چون شدی از خود نهان زود گریز از جهان. روی تو واپس مکن جانب خود هان و هان، دیگه بر نگر نگاه بکن که چی رو گذشتی، برو به جلو نگاه بکن. بنابراین میگه که تا کی از خانه این رای صحرا، تا کی از کعبه این در خمار،
تا کی میخوای این صورت پرستی؟ کعبه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله، میخوای این جای اونو بذاری پر بکنی که من رفتم مکه، و اینو میخوای بذاری جای ایمان به خدا آوردن و عشق ورزیدن به خدا و رضای خدا رو در کارها در نظر گرفتن، اونو میخوای بذاری جای این؟ من به حجاج آب دادم و ششتم دفعه هم رفتم مکه. اجعلتم، خیلی قرآن با عتاب یاد میکنه، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله، اینو قاطی میکنی با اون. تا کی از کعبه این در خمار برو یه مستی بده کن، یه شادی بده کن. مؤمن مست لایعقله، مؤمن پر از شور زندگی، مؤمن که عبوس و عبوسن غمتری را نیست که. فوقاهم الله شر ذلک الیوم، حفظش میکنن مؤمن رو از شر اون عبوسن غمتری را. هر کی دید این عبوسن غمتری راست، انا نخاف من ربنا یوما عبوسن غمتری را، خدا به داد بس از اون روز، میگه ما میترسیم از پروردگان، یه روزی میاد که قیافش خیلی درهمه و عبوسن، یه کسی که قیافه میگیره میگن عبوسن غمتری را شده. و میگه که ولی خداوند اگر که مدد بخوای از او، از اون از شر اون روز نجاتت میده. اون روزی که شما فکر بکنی یه معشوقی داره آدم و دلش میلرزه که نکنه تصمیمش عوض شده و شرجه ما گفته که من میشم، من زنت میشم اینا، بعد حالا رفته اونجا میمه که اصلا نایمده، اول نیست، اون دفعه اون چایی وارده بود اصلا نایمده، خانم کجاست، دختر خانم کجاست، اینا رفته مدرسه درس داشته، مدرسه که تعطیله، نه یه کلاس اضافه داشته. بعد مادرم گرفته و عبوسن غمتری را، خود دخترم بعدن مثلا واسه از راه میاد بیرون عبوسن غمتری را، چه حالی با آدم دست میده. اون بدتر از این وقتی که پروردگار عالم با آدم عبوسن غمتری را بشه، دیگه تمام عالم عبوسن غمتری را میشن، یعنی فکر نکن تمام ذرات عالم اخم میکنن به شما. اگر اون اخم بکنه، اون یه اخم گسترده است، مثل سریان داره، مثل وجودش میمونه. اگر که یه نارضایتی اونجا پیدا شد، همینطور میاد تا میرسه به این آقایی که میاد به شما بعد بیرا میگه. این ادامه چیز اونه، خشم اونه، سریان پیدا میکنه. روزگار عبوسن غمتری را میشه، تمام احوال آدم با بهترین شادی ها زندگی عبوسن غمتری را میشه، همه چیز را به آدم میدن ولی عبوسن غمتری راست. بنابراین تاکی از خانه این رای صحرا، تاکی از کعبه این در خمار، بعد از این پای ما و ارچبت که روی ما و حضرت دوست، بعد از این گوش ما و حلقه یار، در جهان شاهدی و ما فارق، به قدر این سوال تکان دهنده است که یه همچین شاهدی تو عالم هست، من تو نشستی داری اینجا برای خودت وقت چیز که میکنی، گرفتار شدی، میگن آقا چیکار داری؟ گرفتاره، میبینی من گرفتارم که دارم اینجوری میکنم. شخصی بود که دائما اینجوری میکرد، گرفتار بود اینا، گفتن آقا این برادر داره غرق میشه، گفت مگه میبینی گرفتارم که الان، میگن آقا فلان کسی درس بخون، گفتیم آقا روز جمعه فلان جا درس هست اینا، گفتن روز جمعه من فوتبال دارم اینا گرفتارم. هر روز یه جوری گرفتارن آدما، گرفتاری بی خودی بر خودشون درست میکنن. در جهان شاهدی و ما فارق، در قدح باده و ما هوشیار، گفت ای عاشق شوریده من خوابت هست، میگفتی خوابیدی، سر فراگوش من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق شوریده من خوابت هست. حالا بعضی هم اینجور میکنن که گفت ای عاشق شوریده من خوابت هست، که جواب بده که نه والا خواب نیست، میبینی که بی خواب و قرارم از عشق تو دارم عشق میریزم اینا، هر دوش درسته. بنابراین در جهان شاهدی و ما فارق، در قدح باده و ما هوشیار. بعد دیگه میاد وارد نصیحت و ده بود آن ندل که اندر وی گاو و خربینی و زیا و اقار، بر سر دار بین سر سرهنگ. از این لغت ها بازی کرده نظام چیز صنایعی، سرهنگ یعنی کسی که سرش آویزونه، هنگی ارتباطی داره و یه ارتباطی هم معانی زیادی داره، هنگی منیش هم آویزون بودن و سنگینی کردنه. میگه که این سرهنگ رو میبینی، سرهنگی که در اون زمان بوده، چون بس که ظلم میکردن اوان بهشون میگفتن، در عربی میگفتن اوان، که دم مردن میگه که اوان از اوانی توبه میکنه و از سرهنگی خودش،
میگه که این سرهنگ فکر نکن کاری است، بر سر هنگ بین، بر سر دار بین سر سرهنگ، در بن چاه بین تن بندار. آدمای پولدار هم که خیلی ثروتمند بودن بهشون گفتن بندار، برای اینکه چیزای کلی معامله سنرسشن نمی‌کردن. بندار کسی که اون بن رو و زیربنا رو اون نگه می‌داشته. اون وقت میگه که بندار اسمش روشه، تای چاس اون بن بن، یعنی اون پایین پایینه، بر تای چاه بین سر بندار، ببخشید تن بندار. و یه اشاره هم من به قصاید عطار کردم که معروفترین قصیده عطارم همون قصیده ای روی در کشیده به بازار آمده که من توصیه میکنم اونم جزو لیست قصاید دادم بذاره. شاید مثلا 30 تا قصیده خوب بیشتر در ادبیات جهان نباشه اصلا بخونه. در ادبیات اروپا اود میگن به قصیده، تقریبا چیزی مشابه قصیده رو میگن اود، O-D-E، که ممکنه احوالات غزلگونه هم داشته باشه ولی با قصد میسازن و اسم داره، معمولا Ode to the Nightingale، قصیده‌ای درباره بلبل که راجب اون بلبل تا آخرش راجب یه داستانه. قصاید ادبیات فارسی یک مجموعه جواهراتی است که همه رو کردن تو بند یک وزن که اینا تمامش رو هم تو یه بنده، وگرنه ربطی به هم نداره. یه جواهر دیگه دیدین که صنایعی تیکه تیکه جواهرات رو کرده بود به رشته کشیده. اما در ادبیات انگلیس اینجوری نیست. یکی از زیباترین دو تا قصیده رو من به خصوص توصیه میکنم بخون، یکی Ode to the West Wind، Oh Wild West Wind، که اصلا شروع که میشه شما باد احساس میکنین. Oh Wild West Wind Thou Breath of Autumn's Leaf، ببخشید Thou Smells of Autumn's Breath، تو بوی خزان میدی ای نفس سرد خزانی. بعد تا آخر رجبه خطاب میکنه به ای باد سرد خزانی، میگه تو که اومدی تمام برگا رو، ای باد سرد خزانی تو با کمال بیرحمی تمام درخت ها رو گرفتی تکون دادی و برگ ها رو ریختی اینا رو، و بعد اینا رو به دست خودت سپردی، سوار تابوت خودت کردی، اینا رو داری میبری در گورستانشون دفن بکنی که در زیر خاک بکنی اینها رو، و میگه بشنو من با توی حرفی دارم. بعد دوباره میگه که ای باد وحشی مغرب، ای باد خزانی، تو که سطح دریاها رو متوبج میکنی و کشتیها رو به هراس میندازی و چه میکنی و چه میکنی، بشنو من با توی حرفی دارم. باز دوباره میگه ای باد وحشی چیز، تو که جنگلها رو چنین میکنی، بشنو من با توی حرفی دارم. حرفش چیه؟ حرفش اینه که make me thy liar، بر منم ببست، منم بارو پر منم بریز، منو چنگ خودت بکن، منم بزن، همطور که داری جنگل رو چنگ خودت کردی و داری می نوازی و آواز جنگل رو به گوش ما می رسونی. چرا؟ برای اینکه من می دونم این کاری که تو می کنی این کشتن نیست، زنده کردنه. تو داری تمام اینا رو دو مرتبه به حیات تازه می خواهی برسونی، می خواهی تمام این درخت ها رو پاک بکنی، صاف بکنی، برگاشو نور می ریزی، بعد زیر خاک می کنی تا اون خواهر لاجوردینت، دای ایجر سیستر، خواهر لاجوردینت که بهار باشه، باد بهاری، اون میاد دو مرتبه تمام اینا رو گله به گله از نو زنده شاداب دو مرتبه بر می داری. می گی به منم ببست، به منم ببست و منم زنده کن، منم تازه کن، منم می خواهم یه پیام بزرگی رو در عالم پخش بکنم. در حال قصیده یا اون قصیده نایتینگیل هم واقعا مرکز خیلی زیباست که میگه ای بلبل که داری میخونی، به قول شاعر خراسانی خودمون گفتش که راستی ای بلبله امشب دیگه محشر میکنه، ای دفعه چندوم اش مجم و تر میکنه، مست مستم مخنم مستنه و مستنه دل، لول لوله پیش گل قمپازاش در میکنه. اینا اونا که مشهدیان میدونن که گفتش که ای بلبل، اون جان کیتس داره میگه، میگه ای بلبل تو اول به من بگو که این شادی رو از کجا آوردی، از او بپرسم که این حسن از که دزدیدی، تو که داری میخونی هیچ قصه‌ای نه، من پر از قصه هستم، حالا ظاهر در مقام قصه است، یعنی قصه‌ای نداشته جان کیتس، ولی میگه که من در عالم تو نیستم، میشه که منو ببری تو عالم خودت؟
که تو اونجا جز چهچه و جز عرشبت که نغمه و آواز و شادی و اینا هیچی نباشه، فقط تو هستی و گل، مثل اینکه هیچی دیگه در عالم نیست. وقتی بلبل داره میخونه روی گلی، هیچ دیگه به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه و میخواد از بلبل مدد بگیره و بلکه بتونه از طریق صدای بلبل بره توی قلب بلبل و از اونجا بره تو اون عالمی که این صداها از اونجا داره میاد. قصاید ادب تورپا خیلی غنیه و من به جرئت میتونم بگم که از قصاید ما، غیر از بعضی قصاید عرفانی مثل قصاید صنایع و اینها، از نظر شاعران شعری فوق العاده غنی تره، از نظر پیام و مطلب هم فوق العاده غنیه. من توصیه میکنم، اودهای زیادی هست که حالا فعلا این دوتا رو، یکی Ode to the West Wind مال شاعر رمانتیک انگلیس، یکی هم Ode to the Nightingale، این دوتا رو میتونیم بخونیم. من فقط وارد میشم به اینکه سعدی نازنین ما در اوج غزل سرایی و برخلاف اون چه که بعضی فکر میکنن که قصائدش چندان مقامی نداره، ممکنه اون فخامت رو دوست نداشته، میخواسته خیلی راحت با مردم حرف بزنه. قرآن: یا ایها الناس استجیبوا، یا ایها الناس استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مگه خیلی از چیزات قرآن، آیات قرآنی انقدر ساده است که کودکان خرد فهمش میکنن. سعدی میگه ایها الناس، جهان جای تناسانی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. مجانی نمیشه که آدم باسواد بشه، که باید زحمت بکشی و کار بکنی. هنرمند بشی نمیشه که باید. مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. فرق بین عالم حیوانی و عالم انسانی فرق بین خفته و بیداره. باید بیدار بشی به یه عالم تازه‌ای. و ناصر خسرو ما این میانه ازش یادی نکردیم، اونم خیلی شیرینه. ناصر خسرو واقعا از بزرگترین قصیده سرایانه و قصاید خیلی محکم خراسانی رو: ای ستمگر فلک، ای خواهر اهریمن، چون نگویی که چه افتاد تو را با من. نرم کردستی امو زرد چو زردآلو، قصد کردی که بخواهیم همین خوردن. این که شد زرد و کهن پیرهن جان است، پیش تو بفکنم این داشته پیراهن. در این قصیده میگه که اون کسی که با آدم درس خور خواب میده و میگه که بخور و بخواب، این داره کلاس خریت گذاشته، داره کورس خریت گذاشته که شما این چیزا رو باید، این کارا رو اگه بخوای یه چیز جامعی بشی در کورس هماریه میتونی این چیز کورس ببینی. اون آدم ها به آدم میگن که آقا خور و خواب و خشم و شعبت. حاجیان آمدن با تعظیم، طنزم زیاد داره ناصر خسرو. حاجیان آمدن با تعظیم، شاکر از رحمت خدای رحیم، اومدن که بله ما رفتیم اونجا و دور زدیم اینا. بعد میگه که ما یه دوستی داشتیم تو قافله حج بود، بهش گفتن که خب عزیز خیلی خوش گذشت اینا. گفت بله حاج آقا شدیم، ما کللی بودیم، کربلای علی بودیم، شدیم حاج علی آلا. گفتش خب اونجا که رفتی، وقتی که احرام بستی، غیر حق رو بر خودت حرام کردی؟ گفت نه، ما اون چیزا نمیسیم. ما گفتن اینو ببندیم به کمرتون. ما گفتش که احرام یعنی به کلی باید یه همه رو غیر خدا رو بر خودت باید حرام بکنی. اونجا که قربانی کردی، نفس خودت رو قربانی کردی؟ گفت نه. گفت اونجا که نمتنین کردی، در عرفات این کاری کردی، سنگ زدی به شیطان نفس اماره اینو؟ گفت نه. اینو گفتم ای دوست، پس نکردی حج، نشدی در مقام محو مقیم. بعد از این اگه رفتی، سعی کن که اینچنان کن که کردم تعلیم. یا اون قصیده معروفش که نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سرباد خیر سری را. تو چون خود کنی اختر خیش را، بعد مدار از فلک چشم نیک اختری را. از مهمترین قصاید ادب فارسی که اونم میتونم بگم حداقل 10 تا قصیده خیلی خوب ناصر خسرو داره. ولی من ختم میکنم به همین غزل قصیده سعدی. سعدی قصایدش چند بخش میشه، ولی بیشترش میشه گفت که حکمت و نصیحته. چون سعدی کلن موعظه‌گر بوده و دلش خیلی میسخته، میخواسته مردم رو، نمیتونسته که ببینه که مردم اینقدر قصه بخورن و ناراحت. پیغمبر بوده در واقع، اونتا پیغمبر
به معنی که ما اصطلاحاً به کار میبریم نبوده، ولی واقعاً پیام‌آور عشق و خداپرستی بوده و واقعاً تمام ابیاتش نشون میده که یه رسالتی داره و داره فریاد میکنه که ایها الناس، جهان جای تناسانی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست، خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست، ببری مال مسلمان و چمالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست، حذر از وسوسه نفس که در راه خدا مردم افکنتر از این قول بیابانی نیست، زاهد و عابد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. اشاره به کلام حضرت مولاست که فرمودن عالمون ربانی، که مردم سه دستن، اونی که چیز هست یکیش عالم ربانیه، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. و ختم کنم به این قصیده که خوش است عمر که آدم قدرش بیشتر بدونه، دریغا که جاودانی نیست. البته ما فرصت دیگری باید بفرزیم به سعدی، من ختم میکنم اینجا دیگه نرسیدیم. و مرحوم پدرم هر وقت خسته میشدم گفتن زنگ ما رو زدن دیگه، و که خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست، بس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست، درخت قد سنوبر خرام انسان را مدام میوه نوبابه جوانی نیست، گلیست خرم و خندان و تازه و خوشبوی، ولی امید بقایش چنان که دانی نیست، چه حاجت است عیان را به استماع و بیان، که بیوفایی دور زمان نهانی نیست. و یک قصیده خیلی معروفی داره که من یه دفعه مقایسه کردم با یه قطعه از شکسپیر و یه آیه از قرآن، حالا فقط قصیده شو میخونم براتون، که مثل آب روان ساده، مثل که الان یه نفر نشسته با شما داره صحبت میکنه، بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار، این که در شاهنامه ها آورده اند رستم و رویین تن و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که در عالم هستند، که از بسی مانده است دنیا یادگار، ای که وقتی نطفه بودی در شکم، وقتی دیگر طفل بودی شیرخوار، همچنین بالا گرفتی تا بلوغ، سر بالایی شدی سیمین ازار، همچنین تا مرد نام‌آور شدی فارس میدان و روز کارزار، آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه بینی هم نماند برقرار، دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد گشتن و خاکش غبار، نام نیکو گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. و توصیه که همیشه کردم به دوستان و به خصوص دانشجویان که یه تقویم تهیه بکنین، به اون تقویم یادداشت کنین که فردا من چه خواهم کرد چه نخواهم کرد، و براتون معلوم بشه که اسفند سال 82 کجا هست، علمتون کجاست، سوادتون کجاست، شادیاتون کجاست، خدمتتون کجاست، نمیدونم نوع دوستیتون کجاست، هنرتون، اینا رو همه رو اگه برنامه ریزی بکنین ظرف 4-5 سال دم اصلا زیر و زبر میشه زندگیش و یک وارد یک عرصه تازه میشه اگه برنامه ریزی کنه. اگه برنامه ریزی نکنه زمان به سرعت میگذره و یه وقت متوجه میشه که ای که 50 رفت و در خوابی مگر این 5 روز دریابی. انشاءالله هممون توفیق پیدا کنیم که به برکت ادبیات فارسی و این فرهنگ آسمانی قرآنی هممون به یک تعالی و به یک بهشتی برسیم، هم برای خودمون هم برای دیگران انشاءالله.